آقای مهدوی آزاد، سپاه بیانیه شدید و لحنی کم و بیش داده. به نظر میاد که دیگه کار به جایی رسیده که سپاه پاسداران هم وارد شد. بله، به نظر میرسه سطح تهدید از نگاه مقامات داخلی و امنیتی افزایش پیدا کرده. ما بدبختانه هیچ در واقع شاهد عینی نداریم، منتها در روز اول اعتراضات که ویدیوها منتشر میشد نشون میداد که یگان امداد ناجا و یگان ویژه ناجا وارد میدان هستن. این سطح اول برخورد با در واقع شورش یا اعتراضات در ایران هست. جاهای من گارد نوپو رو هم، لباس سیاهای گارد نوپو رو هم دیدم. یگان ویژه در واقع همون لباس پلنگی ها هستن با زانوبند و بازوبند و سپر. روز دوم اعتراضات که دیروز باشه ویدیوهای کمی منتشر شد، اما به وضوح در بازار تهران. من یگان های امنیتی امام علی مال بسیج رو دیدم که اینا تحت فرمان ستاد امنیتی امام علی هستن. این یگان ها جانشین گردان های از زهرا و عاشورا شدن. سطح دوم در واقع مقابله با تهدید رو تشکیل میدن. این یگان ها موقعی وارد میدان میشن که شوراهای تأمین استان یا شورای امنیت کشور به ریاست وزارت کشور چنین تصمیم رو بگیره. واضح بود که سطح امنیتی افزایش پیدا کرده، سطح تهدید یا نگرانی حکومت بیشتر شده. امروز شواهدی وجود داره که شاید در برخی از نقاط ایران سطح تهدید یک درجه بالاتر رفته باشه، یعنی وارد مرحله سوم شده باشه. در تهران البته چنین نیست. هیچ نشانه از اینکه سپاه سارالله بخواد وارد میدان بشه یا نیروهای نظامی وجود نداره، اما در برخی از مناطق مخصوصا مناطق کردنشین چنین نشانه‌ای هست، هرچند با قطعیت نمیشه گفت. منتها پشت این در واقع تغییر تکنیکی و روشی یک مسئله محتوایی وجود داره. واقعیت این هستش که به صورت کوتاه جمهوری اسلامی از تکرار تجربیاتی که در همین هفته‌های اخیر در عراق و لبنان بوده میترسه. اون محور مقاومتی که آقای خامنه‌ای سالها بهش افتخار میکرد، میگفت نمیدونم عراق هست، سوریه هست، لبنان هست و ایران، حالا شده محور مقاومت علیه شخص آیت الله علی خامنه‌ای. در واقع یک نوع محور مقاومت علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده. از ماجرای اتفاقاتی مثل سودان، عمر بشیر، اعتراضاتی که از نان شروع شد او رو پایین کشید هم که کمتر از یک سال پیشه، از اونها میترسه و به نظر میرسه تصمیم گرفته با مشت آهنین برخورد کنه. چنین برخورد کوبنده ای، چنین برخورد بیرحمانه ای رو من در دو دهه اخیر در برخورد با تظاهرات ها سراغ ندارم. ببینید، قضیه یقینا جدی‌تر از اون چیزی که ما تصور می‌کنیم، منتها این جدی‌تر بودن ازش نتیجه سیاسی یا پیامد سیاسی حال لزوما نباید انتظار داشته باشه. بدبختی این هستش که در این شرایط اگر نظر کارشناسی یک کارشناسی این باشه که این تظاهرات جمع خواهد شد، بخش‌هایی از نیروها مخصوصا معترضین ممکنه فکر کنند که ما قصد خالی کردن ته دلشون رو داریم، و اگر نظر کارشناسی این باشه که حکومت داره سرنگون میشه، موقع بخشی از حکومت چنین تصور خواهند کرد که مثلا بی بی سی یا بنده دارم تظاهرات رو دامن میذارم. منتها یه مسئله واقعیت وجود داره. این نسل جدید تظاهر کنندگانی که از سال 96 وارد میدان شدن که با اون نسل طبقه متوسط، نسل معترضان 88 جنبش دانشجویی تفاوت دارن، عمدتا دهک‌های نابرخوردار جامعه ان. اینا نسل عجیب غریبی ان. شما در ویدیوها میبینید اصلا حیرت آور، اینا با پلیس با میسن درگیر میشن، مثل ماها فرار نمیکنن. ماها یه جمع 100 نفرمون رو دو تا وسیطی به هم میزنن، اینا وای میسن درگیر میشن. این نسل جدید در واقع میتونه یه هماورد جدی برای بسیج یا نوع سپاه پاسداران باشه، و این خطر جدی تری است برای حکومت. در واقع همین هست به نظر من باعث ورود سپاه پاسداران این بیانیه شداد و قلاص شده. از شکل بیانیه بودن، شکل در واقع فرمه، میتونیم این بیانیه رو ادامه بیانیه وزارت اطلاعات، ادامه خط و نشان های حسن روحانی، ادامه حرف های مقام های امنیتی وزیر کشور بدونیم. چیز فکر کنیم چیز جدیدی نیست، منتها از نظر محتوای این نسل جدیدی که درگیر میشه با نیروهای امنیتی، بیشتر از 100 بمب رو در توی یک بعد از ظهر ناتش زدن. این نسل جدید یک تهدید بسیار خطرناک برای حکومت و خودش میدونه اگر اشتباه جدی بکنه ممکنه این آتش به سرعت تمام کشور رو فرا بگیره. برای من فکر کنم یکی از پیام های ورود سپاه پاسداران، ورود جدیترش به ماجرا، همین نگرانی از گسترده شدن بیشتر ماجرا است. نگرانی از این که ممکن هست این ماجرا در واقع به جایی کشیده بشه که دیگه قابل کنترل نباشه. ببینید، اجازه بدید من سه تا نکته در رابطه حرفای دوستان تاکید بکنم. اول از من اگر بپرسید، همین که آیا کسی مثل آیت الله خامنه ای میاد میگوید که کسانی کشته شدن و جایی تخریب شد، یعنی که عمق ماجرا خیلی خیلی بزرگ بوده، وگرنه اگر در حد 5 تا 10 تا کشته بود و اساس رفتار گذشته او چیزی نمیگفت. دوم من تاکید کنم بر اساس قوانین ایران قطع اینترنت نمیتونسته در سطح شورای امنیت کشور، یعنی شورای که ریاستش با وزیر کشور هست، صورت بگیره. اونطور که از قوانین
زمانی باز هست، چنین چیزی در حوزه اختیار شورای عالی امنیت ملی است، یعنی به ریاست رئیس جمهور و حضور سران قوا و نیروهای ارشد نظامی و دیپلماسی ایران. احتمالاً دولت خواسته هزینه چنین کاری رو نده و انداخته گردن شورای امنیت. اگر نه، شورای امنیت کشور نمیتونه، در صلاحیت این نیست که اینترنت ملی یک کشور رو قطع بکنه. منتها در مورد دولت، واقعیت این هستش که نحوه کنشگری سیاست خارجی جمهوری اسلامی و مجموع شرایط راهی نگذاشته برای دولت. یعنی این که میگم راهی نگذاشته، نه اینکه دولت حق داره و با هم دلی میکنم. موقعی که شما میلیاردها دلار به کشور خسارت میزنید، طرفتون هم کسی مثل ترامپ هست، حاضر به نرمش هم نیستید، حاضر به کنار اومدن هم نیستید، با داخل کشور هم مشکل دارید، اتفاقی که افتاده این است که چند دهک جامعه رفتن زیر خط فقر و همین این روند همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد. در واقع دولت برای تأمین منابع کافی واسه اینکه بتونه حداقل چند تا دهک رو نجات بده از زیر خط فقر مطلق، یکی از معدود راههایی که داره مسئله افزایش بنزین. در واقع میخوام بگم ساختار دولتی ایران، ساختار اقتصادی ایران در یک بنبست گرفتار شده. مسئولیت و تقصیر این بنبست هم گردن خود حکومت هست، اشتباهات گذشته حکومت. از اینجا به بعد احتمالاً دوباره یک عالمه ما راههای ناچار خواهیم داشت، یک عالمه مسیرهای ناچار که دولت هی مجبور میشه تصمیم بگیره در حوزه بازنشستگان، در حوزه افزایش حقوق و سایر حوزه‌ها. و احتمالاً اگه قرار باشه این داستان ادامه پیدا کنه، ما هر هفته یا هر ماه باید شاهد یه دور تازه‌ای از تظاهرات‌ها و اعتراض‌ها باشیم. آقای مهدوی آزاد، من این سوال رو در روزهای گذشته هم پرسیدم، هنوز هم به نظرم میاد که سوال موجهیه. آقای روحانی وقتی اومد سر کار گفت که کشور در آستانه ورشکستگی بوده، پول کارمندان رو نداشتیم، مایحتاج مردم تأمین نمی شده، انبارهای غله خالی بوده. حالا که در چنین شرایطی تن به چنین تصمیمی دادن، تن به چنین کاری دادن، میتونه نشانه ای باشه از اینکه گویا بحرانی مشابه پشت در حقیقت این شرایط نهفته است؟ خیلی برای من جالبه که آقای روحانی سال 92 در تبلیغات انتخاباتیشون اتفاقا به تصمیم افزایش قیمت بنزین هم اشاره کردن ایشون یه بار، و از دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کردن که چرا قبل از اینکه به مردم آگاهی بده و بدون اطلاع ناگهان نیمه شب اعلام میکرد که بنزین قیمتش گرانتر شده. و خیلی جالبه که چنین کاری رو داره میکنه. در مورد مقایسه شرایط، البته خود آقای روحانی اعتقاد دیگری داره. دیروز ایشون در سخنرانیش میگوید، گفته که ما سال 90 سال 1990 حدود 90 میلیارد دلار فروش نفت داشتیم و درآمد نفتی داشتیم. ادعای آقای روحانی است، من نمیدونم درسته یا درست نیست، در حالی است که خودش الان میگه ما تقریبا درآمد نفت چندانی نداریم. بله، واقعیت این هستش که در مجموع شرایط تاریخ دوباره تکرار شده. در واقع ما برگشتیم به همون شرایط سال 1390، همون چیزها دوباره تکرار میشه، همون مشکلات، همون بحران‌ها در مورد هسته‌ای، حتی همین اتفاقی که الان چند وقت پیش آژانس افتاد در مورد تربوزآباد، این همون ماجرای آلودگی های سطح بالایی است که اون زمان در کالای الکتریک دهه اواخر دهه 80 تکرار شد، همون بیانیه های آژانس، همون تحریم ها البته با شدت بیشتر و همون جور فهم. منتها نکته که برای من خیلی عجیبه این هستش که بدبختانه عملکرد دولت آقای روحانی واقعیت نیست که فرق چندانی با دولت آقای احمد نژاد نداره. یعنی من تصور میکردم شخصا که شاید عملکرد این دولت حداقل بهتر از دولت آقای احمدی نژاد باشه. منتها موقعی که شما در مجموع نگاه میکنید، انگار توان کشور، مختزیات کشور، معادلات، نیروهایی که فشار میارن به دولت، چیزایی که دست دولت نیست و همچنین کفایت و کارآمدی دولت در حد است که فرق زیادی با اون دوران نداره. چرا ایران رو اینقدر ویژه میبینیم؟ ببینید، چیزهایی هست که موقعی که شما بخواید در قالب کلمات بیارید واقعا ممکن نیست. در واقع واقعیت هایی که کاملا روشنه، مثل روز روشنه، در قالب کلمات خیلی راحت نمیشه توضیحش داد. مسئله اصلا اعتراض در ایران نیست. اصلا ما اعتراض رو من برجسته نمی کنم. اعتراض در هر جای دنیا ممکن اتفاق بیفته. مسئله به بنبست رسیدن اعتراضات هست. مسئله این هستش که در واقع اون حاکمیت، اون ساختار سیاسی امکان پاسخگویی به اون مطالبات رو نداره و اون مطالبات اکثریت مردم ایران هستن. ببینید، شما در فرانسه با مشکل تمامیت‌خواهی
خواهی با مشکل استبداد مواجه نیستی، در کشورهای دیگه‌ای که درگیری وجود داره راههایی برای حل مشکلات وجود داره. بدبختانه ایران در شرایطی است که بعد از دو دهه در واقع تجربه اصلاحات سیاسی، الان به نظر میرسه راه اصلاحات مدنی دیگه به بنبست رسیده. به نظر میرسه که دچار انزوا سیاسی شدیم. گروه‌های نشونش هم اینه که هم سال 96 هم الان محض رضای خدا یک گروه داخلی در ایران شما پیدا نمی‌کنید که از معترضان دفاع بکنن. اصلا کاملا فضای سیاسی ایران مسدود شده و بخش بزرگی از معترضان داخل خیابون میان و این معترضان کشته میدن، میکشن و خسارت‌های بسیار سنگینی میدن و نه نیروهای داخلی کسی میتونه اونها رو نمایندگی کنه و نه حاکمیت پاسخی داره و نه میتونه راهکار دائم و ثابتی پیدا کنه. و بدبختی بزرگتر این هستش که راهکارهای این مطالبات که تقریبا برای همه هم روشن هست خطوط قرمز حاکمیت هست. یعنی موقعی که مردم میگن ما آزادی میخواهیم یا میگن به گروه‌های فلسطینی کمک نکنید، درست یا نادرست، یا میگن این کارو بکنید، اینا خطوط قرمز حاکمیته. برای این مشکل در ایران هستش که اعتراضات به بنبست رسیده. خود اعتراضات مهم نیست، حکومت برای پاسخگویی به مطالبات راهی نداره و راهی مقابله برای راهی در این در واقع بحران برای خروج مسالمت از بنبست حداقل در نگاه اول به ذهن نمیرسه. گفتید نوعی از انسداد سیاسی در ایران دیده میشه، معناش اینه که گروه های سیاسی در خارج از ایران میتونن کمکی بکنند؟ برای شاید همین رو هم با قاطعیت نشه گفت. البته خب همه احزاب سیاسی سعی میکنن از فرصت استفاده بکنن، خودشون رو نماینده معترضین معرفی کنن. همین الان که ما هم صحبت میکنیم سه چهار تا گروه هستن، سه چهار تا چهره شاخص هستن که اونها میگن ما نماینده معترضین هستیم. مطابق به نظر میرسه که نه، اصلا هنوز معادلات قطعی نهایی که بشه راجبش حرف زد شکل نگرفته. ایران در آستانه عصر نوین است. برای حدود دو دهه از سال 1776 تا 1386 برای 20 سال گفتمانی که در ایران حاکم بود به عنوان گفتمان اکثریت، گفتمان اصلاح، رفرم یا تغییرات تدریجی بود. در مقابل این گفتمان یک گفتمان دیگه وجود داشت، گفتمان محافظه‌کارانه حفظ وضعیت موجود یا همون گفتمان اصولگرایان مذهبی. حالا الان حدود دو سال هست که ما ببینیم در خیابون‌های کشور، فقط الان نیست، سال 86 دی ماه بود، سال 96، سال 97 در دو یا سه مقطع تابستان اگر یادتون باشه تجمعات بازار بود، پاییز دوباره اعتراضات بسیار گسترده، اعتراضاتی در سطوح کشور میفته که هیچ کدوم از گروه‌های داخلی رابطه‌ای ندارن. همه گروه‌های داخلی از چپ تا راست تازه به اینا میگن اشرارن، به اینا اهانت هم میکنن، حکومت هم خیلی راحت داره میندازه تقصیر کشورهای خارجی، نه مطالبهش شنیده میشه نه راهکاری وجود داره. و این گروه‌های معترض نه تنها ضعیف‌تر نشدن، روز به روز تعدادشون بیشتر میشه. سال 96 اگر در حدود دی ماه 96 در حدود 4 تا 5 روز در 100 شهر کشور تظاهرات شد، امسال به گفته خبرگزاری فارس وابسته به بسیج ظرف یک روز، یعنی در اعتراض روز شنبه 100 شهر کشور با آتش کشیده شد. بیش از 100 باک فارس نوشته در یک استان، امیدوارم اشتباه ننوشته باشه، به آتش کشیده شد. این روز به روز هم دارن قوی تر میشن. منطقا با ادامه تحریم ها، افزایش فقر، تشدید فقر، چند دهک جامعه از طبقات متوسط پایین طبقات متوسط هم سقوط خواهند کرد به طبقات نابرخوردار و تازه تعداد اینها افزایش بیشتری خواهد شد. من فکر می‌کنم ما در آستانه عصر جدیدی هستیم. من فکر می‌کنم معادلات جدیدی رو شکل می‌گیره. خیلی از این کسانی که همین الان منتقد حکومت خودشون رو می‌دونن و داخل ایران هستن، ممکنه چشم باز بکنن و ببینن جامعه یا اکثریت جامعه اونها رو در تراز حامیان حکومت تقسیم بندی کردن. این اتفاق سال 57 هم افتاد. خیلی از کسانی که سال 57 آواره شدن، انقلابی اونها رو طرد کردن، اموالشون رو گرفتن، اینا واقعا جزء دربار نبودن، هیچ ربطی به حکومت پهلوی نداشتن، سرمایه‌داران بودن یا تکنوکرات‌ها. منتها طوری معادلات شکل گرفته که جامعه همه اونها رو به یک سمت روند. من فکر می‌کنم جامعه در آستانه شکل‌دهی به معادلات جدیدی است. ایران جدیدی در حال زاده شدن هست و هنوز ما نمی‌تونیم بگیم کدوم گروه متعلق به کدوم گروه هست و یا چه کسی نمایندگی می‌کنه معترضین رو. ممنونم از مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ما.